چه عجیب و ماندگار از کلامت ای خداوند ابدی و جاودان از تمامی کلامت همچون نهری خروشان بر قلب تشنه هم کلامت تو برترین از تسلی قلب من نوری برفاهای من چراغ راه های من کلام تو شفا بخشد در و رنج و زخم من نپوری این کلام ساکه در قلب من تغییرم به آزادم ساد شبان نیکوی من چه عجیب و من نگارت کلامت خدا ابدی و جاودانت تمامی کلامت درود بر شما بینندگان و همراهان گرامی در هر کجای این دنیا که هستید به قسمتی تازه از سری برنامه های تعلیمی تمام کتاب خوش آمدید ما در این برنامه به همراه شما تمام کتاب مقدس رو مطالعه و بررسی می کنیم از کتاب پیدایش تا مکاشفه و به صورت روزانه از دوشنبه تا جمعه همچنان در حال مطالعه انجیل لوقا هستیم و به فصل ششم رسیدیم تشویقتون می کتاب مقدساتون رو باز کنین و با ما همراه باشین اجازه میخوام به مهمان برنامه خادم خداوند برادر یوسف ریاض خوش آمد بگم درود بر شما درود برادر. برادر. بر شما. حضورتون باعث برادر. همچنین درود و خوش آمد میگم به شما حضار گرامی برادر موضوعات اصلی فصل ششم چیا هستن ما در این فصل چهار موضوع اصلی داریم اول اینکه مسیح خداوند روز سبت و سپس موضوع شفا در روز سبت رو داریم سوم انتخاب دوازده رسولو داریم و در آخر موعظه روی زمین هموار این موعظه شبیه موعظه بالای کوه در متا فصلهای پنج، شش و هفته با این تفاوت که موعظه بالای کوه طولانی و در خور یک پادشاه بود ولی در اینجا موعظه کوتاه و همونطور که در این فصل اشاره شد موعظه روی زمین هموار نامیده میشه بسیار خوب اجازه بدین آیاتی رو با هم بخونیم و بعد سوالی رو مطرح میکنم بفرمایید از ترجمه مجده برای عصر جدید میخوانم میفرماید یک روز سبت ایسا از میان کشزارهای گندم میگذشت شاگردان او خوشه های گندم را میچیدند و در کف دستهای خود پاک میکردند و میخوردند بعضی از فریسیان گفتند چرا شما کاری را که در روز سبت جایز نیست انجام میدهید ایسا پاسخ داد مگر نخوانده اید داوود در وقتی که خود و یارانش گرسنه بودند چه کرد او به خانه خدا وارد شد و نان تقدیس شده را برداشت و خورد و به یاران خود نیز داد در صورتی که خوردن آن نانها برای هیچ کس جز کاهنان جایز نیست همچنین به ایشان فرمود پسر انسان صاحب اختیار روز سبت است در واقع سبت معرف یک تضاد و ناسازگاری دائمی بین کاتبان و فریسیان با مسیحه مشکل اونا کارایی بود که مسیح در روز سبت انجام میداد. توضیح بدین که چرا سبت معرف یک مشکل بزرگ برای یهودیانه؟ در واقع سبت روز استراحت و آرامیه. خدا آسمان و زمین رو در شش روز آفرید و در روز هفتم از همه کارهاش دست کشید و استراحت کرد. برای همین در شریعت خدا بهشون فرمان داد که سبت رو نگه دارن تا اینکه بعد از کار کردن در خدا آرامی بگیرن. اما نه انسان میتونست کار کنه و نه میخواست که استراحت کنه و در خدا آرامی بگیره. مشکل انسان اینه که قادر نیست کاری انجام بده و تمایل نداره در آسایش خدا باشه. پس تزاد از اینجا شروع میشه. امروز ما شروع هفته رو تقدیس میکنیم و این یک اصل و قانون کاملا جدیده که ریشه در فیض داره. شریعت میگه کار کن تا بتونی استراحت کنی. ولی در فیض استراحت میکنیم تا بتونیم کاری انجام بدیم یا به بیان دیگه شریعت میگه این کارها رو انجام بده تا نجات پیدا کنی. اما فیز میگه نجات پیدا کن تا اینکه بتونی کاری انجام بدی. بسیار خوب ممنونم. بنابراین این سبت یعنی استراحتی که خدا مهیا کرده بله. و این آرامی نمیتونه توسط خود انسان فراهم بشه. درسته. هر وقت خداوند در روز سبت ای انجام میداد یهودیان خشمگین و معترض میشدن. خداوند درباره آرامی فرمود بیایید نزد من ای تمامی زحمتکشان و گران باران و من به شما آرامی خواهم داد. توضیح بدین درباره عبارت من به شما آرامی خواهم داد. خب واژه سبت به معنی آرامیه. ولی اینکه شما از طریق یک فرمان در شریعت به آرامی دست پیدا کنید، امری غیر ممکنه و مسئله بسیار پیچیده تر از این هاست. پسر خدا باید انسان میشد و همین انسان باید به کوه جلجتا می‌رفت و روی صلیب می‌مرد تا به واسطه او ما از آزادی بهرهمند شیم. پس ما به واسطه شریعت از سبت بهرهمند نمیشیم. چون سبت در شریعت یک سایه است ولی وقتی عیسی مسیح اومد جسم این سایه شد بنابراین میشه گفت کسی که آرامی و آسایش میبخشه مسیحه لطفا توضیح بفرمایید که شاگردان مسیح وسط کشزارهای گندم چه کاری انجام میدادند که باعث اعتراض فریسیان شد شاید بهتر باشه نگاهی کنیم به عبارتی که در آیه اول اومده میفرماید در سبت دوم اولین این به این معنیه که اون روز دومین سبت بعد از جشن عید فسح بوده در شریعت مکتوبه که در اولین سبت قوم به هیچ عنوان اجازه نداشتن که از محصول زمینشون برداشت کنن چون که در روز بعد از سبت باید خوشه میوه نوبر محصولشون رو برداشت میکردن و در برابر خدا دلسته. تکون میدادند. برای همین اجازه نداشتن چیزی رو برداشت کنن چون میوه نوبر برای خدا بود اما لوقا میگه که این اتفاق در دومین سبت افتاده بنابراین سبت اول گذشته بوده و همینطور اون روز روز بعد از میوه نوبر بوده بنابراین این واقعه در دومین سبت رخ داده یعنی شش روز پس از عید میوه نوبر این یعنی اونها در روز سبت اجازه چیدن داشتن اما اجازه برداشت نداشتن کاری که شاگردان اینجا انجام دادن در شریعت کاملا مجاز بود. اونا اجازه داشتن هر چقدر میخوان بچینن و بخورن. اما اونا اجازه بردن چیزی رو نداشتن و فقط میتونستن اونقدر اونقدری بخورن تا خودشون سیر کنن. اما مشکل اینه که فریسیان چیدن سر خوشه ها رو به عنوان برداشت محصول در نظر گرفتن و همینطور پاک کردن سر خوشه ها رو خرمنکوبی در نظر گرفتن پس بهشون گفتن اجازه ی این کار رو ندارید فریسیان شریعت و حفظ بودن اما درکش نکرده بودن شاگردان نه برداشت کردن و نه خرمنکوبی. ولی گرسنگیشون رو برطرف میکردن برای همین مسیح گفت مگر شریعت را نخوانده اید یا خوانده اید و درک نکرده اید و این مشکل بسیاری از کسانی که کلام خدا رو میخونن من میدونم افراد زیادی هستن که کلام خدا رو برای یادگیری نمیخوانند، بلکه به دنبال پیدا کردن اشتباهی هستن این روش افراد نادانه ای برادر بهتر نیست کلام خدا رو برای این بخونی که بتونی هدف خدا رو درک کنی؟ برادر مسیح فرمود پسر انسان صاحب اختیار روز سبت است. این شخص کیه؟ صاحب اختیار روز سبت یهوه است. چون در خروج سی و یک خداوند یهوه به آنها فرمود سبت روز مخصوص من و روز استراحت را محترم بدارید. بنابراین وقتی پسر انسان میفرماید پسر انسان صاحب اختیار روز سبت است پس او یهوه است کسی که در خروج سی و میفرماید روز مخصوص من پس مسیح که صاحب اختیار سبت و خود یهوه است بهشون اجازه این کار رو داد و کسی نمیتونه روی حرف خدا حرف بزنه ممنونم بعد از استراحتی کوتاه برمیگردیم دونیم هر معجزه یک بود روحانی داره لطفا توضیحی بدین درباره معجزه آیات 6 تا 11 شفای مردی که دستش خشک شده بود بفرمایید برادر در واقع ما می‌بینیم که عیسی مسیح هفت معجزه در سبت انجام داد من سریعاً بهشون اشاره می کنم. معجزه نخست شفای مادر زن پتروس بود بعد از اون شفا دادن دست خشک این مرد رو می بینیم و در انجیل مرقس فصل یک اخراج روح پلید از شخصی رو می‌بینیم که دیو و همینطور اسیر بود. سپس در لوقا 13 زنی رو خواهیم دید که پشتش خمیده بود. در لوقا 14 مردی که مرض تشنگی داشت. یوحنا فصل 5 شفای بیماری در بیت سیدا و در نهایت یوحنا 9 شفای مردی که کور مادرزاد بود. درست. البته هر کدوم از این بیماری‌ها درباره‌ی درباره حالت روحی متفاوتی میگن. بله. مردی که دستش خشک شده بود کاری نمیتونست بکنه به خصوص که دست راستش خشک شده بود و همه کارهاشو با اون دست انجام میداد ما با دست راست دست میدیم اشیا رو بلند میکنیم و با این دست از خودمون محافظت میکنیم پس دست راست برای ما همه چیزه بنابراین این مرد به هیچ عنوان نمیتونست کاری کنه و مطمئنا در ثبت هم نمیتونست استراحت کنه برای کسی که نمیتونه کاری بکنه استراحت کردن چطور ممکنه؟ ولی وقتی مسیح اونو شفا داد بهش توانایی کار و متعاقبا توانایی استراحت رو بخشید. بنابراین این مرد بیچاره اصلا قادر به کار کردن نبود و استراحت هم براش بیارزش بود چون آسایش نداشت. ولی عیسی مسیح بهش توانایی و آرامی بخشید. بسیار خوب ممنونم. در ادامه از آیه 12 تا 16 مسیح شروع میکنه به انتخاب شاگردان. میفرماید در آن روزها عیسی برای دعا به کوهستان رفت و شب را با دعا به درگاه خدا به صبح رسانید لطفا توضیحی بفرمایید درباره اهمیت دعا کردن پیش از انتخاب شاگردان فکر میکنم قبلا گفتیم در انجیل لوقا مسیح هفت بار دعا کرد و اینجا دفعه سومه که دعا میکنه خیلی مهمه ما قبل از تصمیم هایی که اهمیت دارن دعا کنیم اما چه کسی مثل مسیحه؟ کسی که در مزمور 109 اینطور گفت برایشان دعا می کنم. اون به طور کامل به خدا باور و اعتماد داشت و کسی بود که در مزمور 16 آیه یک فرمود خدایا مرا محافظت فرما زیرا به تو پناه آوردم برای همین زمانی که میخواست شاگرداش رو انتخاب کنه تمامی شب و تا صبح به دعا کردن مشغول بود انگار قبل از اینکه پدر هدایتش کنه به هیچ عنوان کاری انجام نمیداد میفرماید هر بامداد بیدار میکند گوش مرا بیدار میکند تا مثل تلامیز بشنوم ایسا پیش از انتخاب دوازده شاگرد دعا کرد با این حال یکی از اون دوازده نفر یهودای از خریوتی بود بله بعضی میگن این یک انتخاب اشتباه بوده و انگار مسیح اونو نمی شناخت و بعدها ذات یهودا آشکار شد آیا مسیح میدونست و چرا انتخابش کرد؟ قطعا مسیح از همه چیز آگاه بود و یهودا رو برای محقق شدن کلام خدا و شهادتی مضاعف بر نیک بودنش انتخاب کرد چون وقتی او به مسیح خیانت کرد گفت به یک مرد بیگناه خیانت کرده و باعث مرگ او شده هم. این میخواد به ما نشون بده که دست شیطان اونقدر بلنده که میتونه یکی از رسولان مسیح رو هم لمس کنه. بنابراین اگر روزی دیدیم یک شخص که برای خودش کسی بوده سقوط کرده ما به هیچ عنوان نباید ناراحت بشیم و وحشت کنیم. چون در میان دوازده رسول هم شخصی وجود داشت که شریر و همینطور شیطانی بود. پس وقتی عیسی مسیح یهودا را انتخاب کرد، این کار رو با حکمت انجام داد. درست مثل باقی کارهاش که سراسر حکمته. ممنونم برادر. بخش بعدی از آیه هفته هم درباره یک سری وای به حالها و خوشا هاست. بله. همونطور که در این بخش میخونیم گروهی هستن که سزاوار برکتن و گروهی که خداوند میگه وای به حالتون. لطفا توضیحی بفرمایید درباره این دو گروه. توجه بفرمایید که عیسی مسیح در ابتدا درباره برکات حرف میزنه خوشا به حال شما که فقیرید خوشا به حال شما که اکنون گرسنه اید خوشا به حال شما هرگاه به خاطر پسر انسان مردم از شما روی گردانند مسیح کسانی که مردم براشون تأسف میخورند برکت میده این تفاوت عظیم بین دیدگاه این دنیا با دیدگاه مسیح و نشون میده افکار من افکار شما نیست و نه روشهای من روشهای شما اما بعد از اینکه سه مرتبه میگه خوشا به حال شما در آیه 24 میفرماید وای به حال شما ثروتمندان مردم این دنیا حسرت زندگی ثروتمندان رو دارن ولی مسیح فرمود وای به حال شما ثروتمندان وای به حال شما که اکنون سیر هستید مردم به اون هم حسودی میکنن ولی مسیح گفت وای به حال شما بنابراین ما اینو یاد میگیریم که شخص برکت یافته اون که دنیا بهش لبخند میزنه نیست بلکه کسیه که مسیح بهش لبخند بزنه میخونیم ای خداوند نور چهره خیش را بر ما برافراز بسیاری میگویند کیست که به ما احسان نماید بسیار خوب در آیه 26 میفرماید وای به حال شما وقتی همه از شما تعریف میکنند نیاکان ایشان درست همین کار را با انبیای دروغین کردند برادر یوسف لطفا توضیحی بفرمایید درباره معنا و مفهوم این آیه آیا ما نباید اهمیتی بدیم به افرادی که ما رو تحسین میکنن و ازمون تعریف میکنن و یا منظورش اینه که ما نباید با حرف مردم فریب بخوریم اگر به وسیله شما و یا یک دادگاه انسانی داوری شوم برای من کوچکترین اهمیتی ندارد خود خداوند است که درباره من قضاوت خواهد کرد این سخن پولوسه بعضی وقتا من کسی رو تحسین میکنم که نباید ستایش بشه همینطور باید مراقب باشیم که به هیچ عنوان به دنبال تعریف و تمجید مردم نباشیم ما لبخند خدا رو میخوایم این چیزیه که هر از گاهی ما رو وارد آزمایش میکنه و باید به خدا بگیم خدایا مرا تفتیش کن و از دل من با شو مرا بیاز ما و افکار مرا بخوان ببین آیا خطایی در من هست و مرا به راه دلست. جاودانی هدایت نما بنابراین باید بگم به دنبال تحسین دیگران بودن دامیه که باید مراقبش باشیم البته این به این معنی نیست که چون نمیخوایم درباره ما خوب حرف بزنن به دنبال راه انداختن دعواهای غیر ضروری باشیم اینطور نیست من نباید به دنبال راضی کردنشون باشم اما در عین حال اصلا نباید مورد اهانت و دشمنی اونها قرار بگیرم این به هیچ عنوان اون چیزی که من به دنبالش میگردم نیست من میخوام خدا از من خوشنود باشه کاش تو تنها خوشنود باشی و همه انسانها غمگین و ناراحت باشن بسیار خوب ممنونم رسیدیم به بخش بعدی که از آیه 27 شروع میشه این آیات با هم بخونیم و بعد سوالی رو مطرح میکنم بفرمایید اما به شما که سخن مرا میشنوید میگویم به دشمنان خود محبت نمایید به آنانی که از شما متنفرند نیکی کنید برای آنانی که به شما دشنام میدهند دعای خیر کنید برای آنانی که با شما بدرفتاری میکنند دعا کنید وقتی کسی به صورت تو میزند طرف دیگر صورت خود را هم پیش او ببر وقتی کسی قبای تو را میبرد بگذار پیراهنت را هم ببرد به هر که چیزی از تو بخواهد ببخش و وقتی کسی آنچه را که مال توست میبرد آن را مطالبه نکن با دیگران آنچنان رفتار کنید که میخواهید آنها با شما رفتار کنند اگر فقط کسانی را دوست بدارید که شما را دوست دارند برای شما چه افتخاری دارد حتی خطاکاران هم دوستداران خود را دوست میدارند و اگر فقط به کسانی که به شما نیکی میکنند نیکی کنید برای شما چه افتخاری دارد چون خطاکاران هم چنین میکنند و اگر فقط به کسی قرض بدهید که توقع پس گرفتن دارید دیگر چه افتخاری برای شما دارد حتی خطاکاران هم اگر بدانند تمام آن را پس خواهند گرفت به یک دیگر قرض خواهند داد اما شما به دشمنان خود محبت نمایید و نیکی کنید و بدون توقع عوض قرض بدهید که پاداش سرشاری خواهید داشت و فرزندان خدای متعال خواهید بود زیرا او نسبت به ناسپاسان و خطاکاران مهربان است پس همانطوری که پدر شما رحیم است رحیم باشید این جملات شایسته این هستند که در یک قاب طلایی گذاشته بشن و نامشو بذاریم قانون طلایی روابط میخونیم چطور با دیگران و همچنین دشمنانمون رفتار کنیم لطفا توضیحی بدین درباره این آیات آیاتی که شما خوندین به طور واضح درباره محبت به دیگران و رفتار کردن با فیض صحبت میکنه و من متوجه شدم عبارت برای شما چه افتخاری دارد سه بار در این آیات تکرار شده بار اول در آیه سی و دوم اومده بار دوم در آیه سی و و بار سوم در آیه سی و چهار و, 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 چه و معنیش اینه که تو چه کار ویژه انجام دادی؟ یعنی کاری که دیگران نکرده باشن انگار خداوند عیسی مسیح از پیروانش انتظار داره که به شیوه دیگه ای زندگی کنن و نسبت به دیگران متفاوت باشن. و اینطور نگن که همه انسان‌ها این کار رو میکنن و منم انجامش میدم. خداوند از من نمیخواد مثل همه باشم، بلکه میخواهد برتر و بهتر از دیگران باشم. اگر ما عیسی مسیح رو که برتر و بالاتر از هر چیزی پیروی میکنیم، نه تنها باید کلام عالی و العاده اون رو منعکس کنیم، بلکه باید این کلام بی‌نظیر رو زندگی کنیم. وگرنه برای شما چه افتخاری داره؟ به این خاطر که باجگیران و خطاکاران هم همین کارا رو میکنن به هم قرض میدن و همو محبت میکنن وقتی به فصل چهاردهم این انجیل برسیم میفرماید بلکه وقتی زیافتی میدهی بینوایان و مفلوجان و شلها و کورها را دعوت کن و خوشبخت خواهی بود چون آنان هیچ گونه وسیله عوض دادن ندارند و تو در آن روز که نیکان زنده میشوند عوض خواهی گرفت ممنونم استراحتی میکنیم و با پرسش حضار برمیگردیم از اینکه در آیه میخونیم بدهید که به شما داده خواهد شد در پایان آیه میفرماید زیرا با هر پیمانه ای که به دیگران بدهید با همان پیمانه عوض خواهید یافت با هر پیمانه ای بدیم با همون پیمانه پس میگیریم اما شما گفتید باید با دیگران فرق داشته باشیم میفرماید وگرنه برای شما چه افتخاری دارد چطور میتونیم بین این دو سازگاری ایجاد کنیم بفرمایید برادر ما در عوض محبتی که کردیم قرضی که دادیم و یا چیزی که بخشیدیم به هیچ عنوان از طرف مقابل انتظاری نداریم ولی آیا این به این معناست که امور زندگی بدون اصل کاشتن و درو کردن پیش میره میفرماید زیرا آنچه آدمی بکارد همان را درو میکند وقتی اینجا میگه زیرا با هر پیمانه ای که به دیگران بدهید با همان پیمانه عوض خواهید گرفت کمی مجهوله اما خدا بر همه چیز ناظره بدهید که به شما داده خواهد شد پیمانه درست فشرده و تکان داده شده و لبریز در دامن شما ریخته خواهد شد با هر پیمانه ای که به دیگران بدهید با همان پیمانه عوض خواهید گرفت هر که سیراب می کند خود نیز سیراب خواهد گشت من از هیچ انسانی انتظار ندارم اما آیا خدا جبران میکنه یا نه؟ در کتاب ارمیا فصل 51 میفرماید یهوه خدای مجازات است و البته مکافات خواهد رسانید. خدا میبینه که من چه کار میکنم و به من عوض میره ولی در زمانی که خودش تعیین کرده. بعضا جبران کردن خدا زمان میبره. مثل اتفاقی که برای یوسف و مردخای افتاد. خدا همیشه از چیزی که من بخشیدم بیشتر بهم هم عطا میکنه. اما باید صبر کنم تا زمان مناسب فرا برسه بسیار خوب بخش بعدی از آیه 37 تا 42 درباره قضاوت کردن دیگران صحبت میکنه تعاریف مختلفی درباره قضاوت وجود داره بعضیا میگن سرزنش کردن به معنی قضاوت کردن نیست بلکه تذکر دادنه و از نظر بعضی هر چی در موردشون بگن به معنی محکوم کردنه برادر کلام خدا درباره قضاوت کردن به اهمیت این موضوع چه تعلیمی میده به نظر من راهنمایی کردن همدیگه یک صفت بسیار زیبا و تحسین شده است. البته تا زمانی که قصد من بردن آبروی برادرم نباشه. اول از همه من به هیچ عنوان نباید پشت سرش بدگویی کنم بلکه باید به خودش بگم یعنی با محبت درسته. درباره اشتباهی که کرده باهاش صحبت کنم چون که من ازش بهتر نیستم حتی اگه در مورد موضوعی اشتباه کرده باشه ممکنه فردا بیاد و منو تو موضوع دیگه ای راهنمایی کنه من قصد قضاوت کردن ندارم و اگه قصدم قضاوت باشه خداوند آگاه و منو داوری میکنه اما اگه نیت و قصدم فایده رسوندن به کسی باشه کار خیلی خوبیه و باید این مسئله رو با شجاعت و همینطور فروتنی مطرح کنم و در نظر داشته باشم که خود من هم وسوسه میشم بسیار خوب و کسی که همیشه سعی در قضاوت دیگران داره انگار خدا رو از تختش پایین کشیده اما تنها خداست که یگان داور عادله و فقط داور بی به که حق قضاوت کردن داره مخصوصاً اینکه خداوند انگیزه و باطن منو میبینه من به ظاهر نگاه میکنم ولی تنها کسی که میتونه انگیزه های انسان رو متوجه بشه خداست به همین دلیله که باید داوری نهایی رو به عهده کسی بذاریم که میدونه درون انسان چیه و میتونه از مردم خواست کنه موضوع بخش بعدی از آیه 43 تا 45 درباره اهمیت سمر لطفا توضیحی بفرمایید درباره این آیات دیدگاه کلام خدا درباره ضرورت سمر آوردن چیه من فکر می که از آیه 39 تا به انتهای این فصل عیسی مسیح درباره محک زدن حقیقت صحبت میکنه مسیح ما رو به محک زدن حقیقت فرا میخونه اولا ایماندار حقیقی در این آیات که از آیه 39 شروع میشه به خوبی میدونه که کجا داره میره اما اگر کسی آگاه نیست که به کجا داره میره این یک وضعیت بسیار خطرناکه هرگاه کوری راهنمای کور دیگری باشد هر دو به چاه خواهند افتاد اما چیز دیگری هم هست درخت رو از میوهش میشناسند بله همونطور که عیسی مسیح فرمود هر درختی از میوهش شناخته میشود بنابراین باید میوه رو ببینم و قبل از محک زدن دیگران خودم و محک بزنم و میوه زندگی خودمو بررسی کنم یا جمعیت و توبیخ کرد و گفت اعمالی که شایسته ی توبه باشد انجام دهید. فقط کلمات قشنگ به زبون آوردن کافی نیست. سمرش کجاست؟ و در نهایت حقیقت در آخرین آیات آشکار شده. آیا وقتی که سیل بیاد و بخواد که به خونه آسیب برسونه من قادر به ایستادن در برابر اون هستم؟ آیا خونه فرو میریزه؟ یا من حقیقتی رو دارم که باعث میشه جلوی طوفان‌های مختلف ایستادگی کنم به نظرم اینا سه آزمایش هستند که خدا از طریقشون میخواد بدونه من کجام و میوه حقیقی زندگیم کجاست و سپس در طوفان به این حقیقت بچسبم. در بخش پایانی این فصل درباره آزمایش سوم میخونیم بقید. که از آیه 46 شروع میشه و اینطور میفرماید. چرا پیوسته به من خداوندا خداوندا میگویید ولی آن چرا که به شما میگویم انجام نمیدهید. هر که نزد من بیاید و آنچه که میگویم بشنود و به آنها عمل کند به شما نشان میدهم مانند چه کسی است او مانند آن مردی است که برای ساختن خانه خود زمین را عمیقا کند و شالوده آن را روی سنگ قرار داد وقتی سیل آمد رودخانه تقیان کرد و به آن خانه زد اما نتوانست آن را از جا بکند چون محکم ساخته شده بود اما هر که سخنان مرا بشنود و به آن عمل نکند مانند مردی است که خانه خود را روی خاک بدون شالوده بنا کرد به محض اینکه سیل به آن خانه زد خانه فرو ریخت و به کلی ویران شد برادر در اینجا دو خانه دو سازنده و همچنین دو عاقبت وجود داره توضیح بدین درباره این دو خانه و عاقبتشون چرا یک شخص خونه می تا تو موقع طوفان بتونه در اون پناه بگیره اما اگر خونه ای که ساخته شده در شرایط جوی آروم و مساعد قوی و مستحکم باشه ولی در باد و طوفان فرو بریزه به هیچ وجه فایده ای نداره چون وقتی طوفان میشه بارون میاد و تندباد میشه به خونم نیاز دارم و میخوام روش حساب کنم متاسفانه این عاقبت کسانیه که کلام خدا رو میشنوند و بهش عمل نمیکنن چرا پیوسته به من خداوندا خداوندا میگویید ولی آنچه را که به شما میگویم انجام نمیدهید پس ما نه تنها باید خداوند خداوند بگیم بلکه اونو خداوند حقیقی زندگی هامون بدونیم و ازش اطاعت کنیم بنابراین ما باید بشنویم و همینطور عمل کنیم و با این کار خونمون رو روی صخره بسازیم. سرود زیبایی هست که میگه مسیح صخره من است که جنبش نمیخورد ولی دیگران همچون ماسه هستند و اگه من بخوام به انسان ها گوش بدم و کاری رو انجام بدم که اونا میخوان بر روی ماسه خونه ساختم شنیدن کلمات مسیح و انجام ندادنشون مثل ساختن خونه روی خاک نرمه ولی شنیدن و انجام دادن اونها مثل ساختن خونه روی صخره است که باعث میشه خونه حتی در برابر وزش بادها و ها هم در امان بمونه ممنونم به پایان این قسمت رسیدیم و با مهمانان درس امروز و مرور میکنیم از مطالعه این قسمت چه چیزی آموختیم؟ سومین مرتبه ای که مسیح دعا کرد در انتخاب دوازده شاگرد بود او شب را تا صبح به دعا مشغول بود از این یاد میگیریم پیش از گرفتن تصمیمات مهم دعا کنیم و بگیم خدایا مرا محافظت فرمازی را به تو پناه آوردم. در این فصل خوندیم که مسیح پسر انسان و همچنین خداوند سبته. در خروج سی و یک آیه سیزده خداوند فرمود سبت روز مخصوص من است. بنابراین خداوند یهوه مسیحه و مسیح خداست. شریعت میگه برای استراحت کردن باید کارهایی رو انجام بدی ولی فیض برعکس شریعته و میگه استراحت کن تا بتونی به وسیله فیض کاری رو انجام بدی میفرماید به سبب فیض خداست که شما از راه ایمان نجات یافته اید و این کار شما نیست بلکه بخشش خداست برکت خدا با شما عزیزان برادر یوسف سپاسگزارم بینندگان گرامی این قسمت از برنامه رو با سخنان خداوند در آیات 43 و 44 به پایان میرسونیم خداوند فرمود هرگز درخت خوب میوه بد و یا درخت بد میوه خوب به بار نیاورده است و در ادامه میفرماید هر درختی از میوه اش شناخته می شود از بوته خار انجیر جمع نمی کنند و از خاربن انگور نمیچینند برای انسانی که هنوز از خدا متولد نشده غیر ممکن ثمره شایسته خدا بیاره و پرستش انسانی که با خون مسیح پاک نشده غیر ممکن مورد پذیرش خدا باشه و انسانی که به واسطه خون مسیح و قربانی کامل او با خدا آشتی نکرده نمیتونه توسط خدا پذیرفته بشه. انسان ترد شده است بنابراین اعمال و پرستش های او هم مورد قبول نیستند. مگر از طریق راه و نقشه که خدا طراحی کرده. بنابراین انسان تنها زمانی میتونه توسط خدا پذیرفته بشه که بر قربانی مسیح تکیه کنه، قلبن توبه کنه، اعتراف کنه شخصی گناهکاره و همچنین به خدا پناه ببره. و البته ایمان بیاره بر کفایت کار مسیح بر روی صلیب تنها در این صورت سمره او و پرستشی که در نام مسیح باشه مورد قبول قرار میگیره و همینطور اعمال نیکویی که در نتیجه ایمان تقدیم میشن غیر از این هر ثمره و میوه‌ای رد شده است و باعث پذیرش انسان از جانب خدا نمیشن دعوتتون میکنم مسیح رو بپذیرین با خدا آشتی کنین و با خون مسیح پاک بشین تا میوه و پرستش شما پذیرفته بشه سپاسگزاریم از همراهیتون تا دیداری دوباره خدا با شما چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند ابدی و جاودان است تمامی کلامت همچون نهری خروشانم بر قلب کلام تو برترین است تسلی قلب من نوری برفاهای من چراغ راه های من کلام تو شفا بخشد در و رنج و زخم من نپوری این کلام ساکشو در قلب من تغییرم به آزادم صد شبان نیکوی من چه عجیب و من نگارت کلامت ای ابدی عبدی و جاودانت تمامی کلامت